سلام سلام، خوبید؟ وقتتون بخیر. متشکرم، وقت شما بخیر. پتی خانم یه لحظه اجازه بدید که دوستان اضافه بشن. بعد بله. خوبید شما؟ متشکرم، شما خوبید؟ سلامت باشید. هوا چطور مونتو؟ خوشبختانه امروز آفتابیه. دیروز خیلی بارونی بود. دما چه جوریه؟ سرده یا سرد نشده هنوز؟ چرا دما خیلی اومده پایین، ولی باز امروز بهترین روز فکر کنم 22 درجه است، ولی دیروز 16 درجه بود. خب خدا رو شکر. خب چون به اون 20 تا پیغام رسیدیم شروع میکنیم کم کم. خب به عنوان سوال اول، واسه اینکه دوستان یه آشنایی کلی با شما داشته باشن، یه بک گراندی از حالا اینکه قبل از اینکه بیاد اینجا بگید و حالا و اینکه الان توی چه پوزیشنی هستی. من تقریبا 6 سال و نیم اومدیم کانادا و الان توی مونترال زندگی میکنم. من سال 2016 تصمیم گرفتم که درس بخونم و توی ایران مهندسی مکانیک خونده بودم، لیسانس مهندسی مکانیک از دانشگاه علم و صنعت داشتم. اینجا که اومدیم تصمیم گرفتم که کامپیوتر بخونم. حالا چند تا دلیل داشت، یکی اینکه اینجا کامپیوتر بازار کار خیلی خوبی داره و اینکه دنیای تکنولوژیه و دوست داشتم که منم توی این کامپیوتر بخونم و بیشتر یاد بگیرم در موردش. بعد واسه کنکوردیا من اپلای کردم و پذیرش گرفتم سال 2016 و من در واقع لیسانس گرفتم دوباره. این لیسانس دوم من حساب میشه. اوکی، مرسی. حالا دوستان از این که چرا اومدید واسه من بگید، چی شد الان تصمیم گرفتید که بیاید؟ این قضیه چجوری چقدر طول کشید؟ این پروسه تصمیم گیری، پروسه اومدنش چقدر طول کشید واسه؟ خب الان مثل همه کسایی که میخوان زندگی بهتر داشته باشن توی جای استیبل، ما هم تصمیم گرفتیم که یه جایی بریم که یک زندگی خوب بهتر یا شروع کنیم و همین که اون توانایی که داریم بتونیم بهشون دسترسی پیدا کنیم و شکوفا کنیم همه اون توانایی که داریم. بعد کانادا رو انتخاب کردیم، تصمیم مهاجرت گرفتیم و کانادا رو انتخاب کردیم چون من فکر میکنم کانادا تمام بهترین کشور برای تمام مهاجران، یه کشوری که مردمشون همیشه ویلکام هم برای مهاجرا و هیچ وقت هیچ چیز مردمش مثل یه غریبه یا یه مهاجر باید رفتار نمی کنن. یکی ویژگی خیلی مثبتش. یعنی بخوایم مقایسه کنیم با اروپا یا آمریکا، کانادا واقعا مردم خیلی نایسی داره با مهاجرا. درست، مرسی، ممنون. حالا قبل از اینکه بریم سراغ سوالی که حالا مربوط به حالا خود شهر مونترال و تحصیلیه، دوستان از اون روزای اول بگیم که حالا قطعا وقتی آدم بیاد اینجا یه سری مشکلات زبانی داره، ممکنه که راوچا رو ندونه، ممکنه کار پیدا نکنه. دوستان علاوه بر اون مشکلات زبانی رو اول شروع بکنیم که چه مشکلی داشتیم اون روزای اول و اینکه الان آیا اینا بهتر شده نشده. اون روز اول چه مشکلی؟ مثلا من خیلی اولش سخت بود. مونترال یه شهر دو زبانه است، فرانسوی و انگلیسی زبانه. خیلی از مردم، حالا یه قسمت هایی از شهر هست که کلا انگلیسی هم حتی بلد نیستن و خب ما تو اون شرایط باید خونه پیدا میکردیم و با خیلی ها، حالا فرانسمون هم در یه حدی خونده بودیم ولی خب با این لهجه مردم اینجا اصلا آشنایی نداشتیم. خب خیلی برامون سخت بود فرانسه، ولی خب کم کم تونستیم یه خورده فرانسمون رو بهتر کنیم و توی جامعه، حالا ما تقریبا همون اول بیشتر با انگلیسی کارمون رو راه میداختیم، ولی در هر صورت مشکل زبانی اولش خیلی بود تا اینکه حالا کم کم تونستیم بهتر بشه این شرایطمون. اینجا خب شرایط آب و هوایی خیلی متفاوت بود، همه چیزا خیلی متفاوت تر بود. با اینکه ما توی بهار اومدیم اینجا هوا خیلی سرد بود و من اصلا انتظار نداشتم. هنوز بدن آدم هم باید یه خورده به شرایط عادت میکنه بعد از سالا. الان بعد 6 سال وقتی بهار اون وقت رو مقایسه میکنم با الان، میبینم که الان من با یه پلیور معمولی هم زیاد سردم نمیشه، ولی خب اول خیلی سردم میشد توی اون شرایط. ما تو ایران مثلا دمای 30 درجه رو میگفتیم خوب، ولی اینجا خیلی وقت 30 درجه شده همین گرمه، نمیدونم چیکار کنم. دقیقا مونترال هوای شرجی داره، وقتی که میشه 30 درجه خیلی هواش وحشتناکه، انقدر گرمه. یعنی بعضی وقتا میگم چجوری ما ایران چنان 40 درجه اینا داشتیم، به این احساس انقدر گرم نمیکردیم. و
ولی خب اینجا یه خورده گرماش خیلی شدیده، سرماش هم خیلی شدیده. اوکی مرسی. هم خب این حالا آب و هواری گفتی خیلی چیز خوبیه، چون شاید این فکر کنم مثلا میده کننده حالا سرده، ولی از این یه فرهنگه، چون تو نوع ماشین سواری توی زمستون فرق میکنه، لباسی که میپوشی فرق میکنه، بعد حواس باشه سو نخواه، یه چیزایی که ما خیلی باش برخور نداشتیم قبل از اینکه بیایم اینجا تو ایران. درسته، من اصلا توقع تابستون های به این هوای به این خوبی و قشنگی رو نداشتم. وقتی که اولین تابستون من اصلا باورم نمیشه اینجا 30 درجه میشه، مردم میرن ساحل آفتاب میگیرن. ولی خب اینجا هوای خوبم هم خیلی داره، ولی خب یه خورده متاسفانه کوتاهه نسبت به زمستونش. اوکی ممنونم. فقط حالا خلاص که میریم سراغ قسمت تحصیلی، دوستان اگه سوالی دارن حتما تو قسمت آخر برنامه سوالا رو میپرسیم، اگه من یادداشت میکنم سوالاتون رو حتما انتهای برنامه از بتی خانم میپرسیم. خب حالا بریم سراغ در واقع این که چرا دانشگاه کنکوردیا رو انتخاب کردید. بریم سراغ سوالات تحصیلی. من اینجا دو تا گزینه داشتم، یکی کنکوردیا بود و یکی مگیل. برای من در هر دوتاش فرقی نداشت، ولی خب یه قانونی هست وقتی که میخواین دوباره یه لیسانس بگیرین، اگه 5 سال از آخرین تحصیلتون گذشته باشه باید یه سری پیش نیاز رو بگذرونید. من دقیقا سر مرز 5 سال بودم. مگیری خود قوانین سختگیرانه تری داره، مثلا بشه 5 سال و 1 روز هم اینا قبول نمیکنم و شما باید اون پیش نیاز رو دوباره یه سری ریاضی فیزیک اینا باید دوباره پاس میکردم. ولی کنکوردیا با من راه اومدن، گفتن اوکی مشکلی نداره، لازم نیست که دوباره این پیش نیاز رو بگذرونی. به خاطر همین من هم میخواستم که زودتر درسامو تموم کنم و وارد بازار کار بشم، به خاطر همین کنکوردیا رفتم. در که کنکوردیا خیلی آپشن زیادی داره برای کامپیوتر. ما توی کنکوردیا تقریبا 6 تا گرایش کامپیوتر ساینس به اضافه 2 تا انجینیرینگ، سافت انجینیرینگ و هاردور انجینیرینگ داریم. خیلی گرایش مختلفیه، به خاطر همین خیلی عملیه، یعنی هر کسی اگه همون گرایشی که بخواد، یکی گیم میخواد، یکی اپلیکیشن میخواد، یکی سکیوریتی میخواد، میتونه توی همون قسمت بره و تمام درساش رو به صورت عملی و همون چیزی که نیاز داره رو پاس کنه. اوکی. حالا یه خورده سوالی جزئی‌تر رو من می‌پرسم، بعد حالا تیکه تیکه، چون میدونم خیلی دوست دارن که بدون حالا توی حالا این رشته کامپیوتر گیم رو گفتید، انیمیشن رو گفتید، فوکوس روی کدومش بازارکار بهتری داره، حالا توی انتهای همین بخش قطعا اینا رو می‌پرسم. ولی خب میگم کامپیوتر صرفا واسه رشته کامپیوتر نیست، میگم خیلی برقی‌ها، عمرانی‌ها، اینا معمولا با هوش مصنوعی یا چیزای دیگه کار می‌کنن که حتما در ادامه اینا رو هم صحبت می‌کنم. درسته. بازار کار اینجا تقریبا برای همش بازار کار خوبی داره. اینجا گیم بازار کار خودشو داره. خب به نظرم کسی که گیم میخواد فقط یه جور علاقه است، چون که کسایی که واقعا گیم بازن میتونن انقدر وارد گیم بشن. حالا توی گیم خیلی باید C++ خوب باشه و یه سری چیزای خاص خودش داره. کسایی که گیم دوست دارن میتونن از همون اول وارد گیم بشن. بازار کار خوبی هم داره. اینجا کلی شرکتایی هستن که توی کار گیم هن. حالا چیزای دیگه هم هست، یعنی توی هر قسمتی که بخوای بازار کار خودش داره، مخصوصا حالا توی کانادا توی مونترال خیلی شرکت‌های آی‌تی و تکنولوژی خیلی متنوع گستردن توی زمین‌های مختلف، توی زبان‌های مختلف، مثلا چه می‌دونم جاوا، سی پلاس پلاس یا هر چیز دیگه، اینجا تقریبا همه جور کار براش هست. مرسی. حالا میگه بعضی که سال تحصیلی تموم شد مدیران فوکوس میکنیم روی اینکه شرط کاری چجوریه، دستمزدشون چجوریه، این عالی خورده بیشتر توضیح میدیم. ولی حالا برگردیم به اون بخش تحصیلی، سیستم اینا توی لیسانس به ایران چه فرقی؟ حالا با ترجمه که شما ایران هم لیسانس خوندید و بعد دوباره اینجا لیسانس خوندید، چه تفاوتایی دارن از لحاظ حالا نمره دهی، از لحاظ سیستم آموزشی؟ میتونم بگم خیلی متفاوته. اینجا از اول دانشجو باید از همون روز اول توی همه چیز شرکت کنه و انقدر پروژه های مختلف و اسایمنت های مختلف از روز اول هست که شما مجبورید که درس رو بخونید و از همون اول تمام کارها رو انجام بدید خودتون. اینجا
فاینال یه قسمتی از نمره پایانی داره، مثلا برای ما اکثر درس اینجوریه که 40% فقط داره و بقیهش مربوط به کارهایی که در طول ترم انجام میدید. مثلا هر درسی 4 تا اسایمنت داره و یه دونه پروژه ممکنه داشته باشه. خب به طب هم هر کدوم اینا یه قسمتی از نمره پایانی را داره که همینه بعد جمع میشه و نمره شما رو تشکیل میده. خب اینکه کلا در طول ترم همش باید شما پروژه انجام بدید، همش باید اسایمنت انجام بدید، یعنی برای هر درسی شما 4 تا اسایمنت داری، در مجموع اگه 4 تا درس داشته باشی، یعنی از اول تا آخر شما فقط دارید پروژه انجام میدید، اسایمنت انجام میدید و همش عملیه. این واسه سخیری هست یا سخیری وجود نداره؟ سختگیری هست. خب وقتی که شما باید برای هر کدوم از اسایمنت ها یه درصدی هست، مثلا این 10% فایناله، این 20% فایناله، حتما باید اینا رو انجام بدید تا بتونید مثلا اون نمره قبولی رو بگیرید. خب این خیلی چیز میکنه که هم بیشتر یاد بگیریم توی دوره که دارید درس میخونید و خب به تبع خیلی دانشجو توی طول ترم باید کار بیشتر انجام میده، در اینکه توی ایران ما فقط حالا تمرکز روی میان ترم بود و پایان ترم بود. میان ترم که میدادیم تمام میشد، دوباره فقط پایان ترم رو میدادیم دیگه، خیلی لازم نبود. دوباره جزوه رو پیدا میکردیم. در این دکه از این نه جزوه میخواد نه چیزی، فقط شما باید تمام کارا رو ولی انجام بدید، اصلا تا همه چیز باید به صورت کامل انجام بشه. خب حالا برگردیم این که چجوری 3 ساله تموم کردید، یعنی چجوری میشه برداشت واحدها رو زیاد که 3 ساله تموم کرد؟ کامپیوتر ساینس 90 تا کردیت داره اگه که هیچ کدوم از اون پیاش بیش نیازه رو نداشته باشید، یعنی اگه کسی که یک لیسانس داشته باشه که حالا انجینیرینگ باشه که توی ایران یه سری ریاضیات و فیزیک و اینا رو پاس کرده باشه، میتونه با همین 90 تا کردی 90 تا واحد میتونه درسشو تموم کنه. ولی اگه حالا بخوایم پیش نیازا داشته باشه یه کمی طولانی تر میشه، مثلا یه سم یا 2 ترم بهش اضافه میشه. بعد توی من این 90 تا واحد یه سری درس دیگه هم که توی ایران داشتم به عنوان درس الکتیو یا چی میشه؟ درس اختیاری من ویف کردم، انطباق دادم که تونستم اونا رو انطباق بدم. درنشه بیشتر درس من فقط درس اختصاصی بود، درس کامپیوتری بود که همه رو خوندم. خوب بوده که یه سری رو قبول کردم. آره اینم هست. حالا من فکر میکنم حالا شاید توی مکگیلم باشه، حالا شاید یکم سختگیرانه تر، ولی خب اینم هست که میشه یه سری درسایی که توی ایران خوندید اگه نمره خوبی داشته باشید و از یه دانشگاه تقریبا معتبری باشه میتونید ویف کنید اینا رو. خب ممنون. حالا یه توضیح کوچیک دارید در مورد این که حالا خود کنکوردیا چه رشته‌ای داره، تو کامپیوترش اختصاصا چه رشته‌ای رو داره، و حالا این که مثلا تو بحث کامپیوترش اینا چه تفاوتایی دارن، کدوم محبوب‌تره، آیا از لحاظ دوره‌ای، حالا طول دوره و اینا چه کورساشون هیچ کدوم فرق نداره از لحاظ دوره‌ای، ولی فقط انجینیرینگا اونا بیشتره، کسایی که میخوان مهندسی بخونن اونا 120 کردیت دارن، چون که اونا یه سری درسای مهندسی میخونن. اینجا درسی که مهندسی میخونه یه سری واحدایی داره که کارهایی که مهندس انجام میدن بیشتر تو قسمت مثلا کامپیوتر دیزاین، آرشیتکچر، بیشتر این کورسای اینجوری رو بیشتر باید پاس کنن. ولی مثلا یه چیزی مثل ما کامپیوتر ساینس فقط فوکسش روی درسای عملیه، درسایی که مربوط به پروگرامینگ و دیولوپینگ و اینا هستش، تمرکزش روی اینا هست. ولی اینکه گرایش های مختلفی که من گفتم مثل گیم اپلیکیشن یا چیزهای دیگه اینا توی واحدها یکیه، ولی تخصصی کسی که گیمر همه درساشو برای گیم برمیداره، کسی که اپلیکیشنه همه درساشو برای اپلیکیشن برمیداره. و یه گزینه دیگه داره به اسم جنرال که من اونو داشتم، من هیچ دیدی اولش نداشتم که حالا میگه پوشم پرسین کدوم بهتره، بعدا بازار کار کدومش بهتره، من نمیدونستم که کدوم بهتره، به خاطر همین و علاقه من به کدوم سمته من جنرال برداشتم. جنرال میشه شما یه دونه درس از گیم برداری، یه اپلیکیشن برداری، یه دونه سکیوریتی برمیداری
و بعدم اگه دوست داشتی بیشتر میری به سمت یک کدومشون. اوکی مرسی. من باز تاکید کنم دوستانی که سوال دارم من سوالا رو یادداشت می‌کنم انتهای برنامه میپرسم، چون حالا میخوام اون پیوستگی مطالب حفظ بشه، حتما تو انتهای برنامه میپرسم سوالا رو و لایو هم حتما سیو میشه هم توی پیج خودمون و هم توی در واقع یوتیوب میذاریم. خب بریم سراغ بحث زبان. خب حالا صحبت این روزای اول که اومده بودید، خب یه سری مطلب زبانی هست قطعا توی محیط دانشگاه این چقدر مهمه و پیش نیاز زبان دانشگاه چقدره؟ دانشگاه برای لیسانس مدرک اوورال آیس 6 میخواد و هیچ کدوم از اسکیلا کمتر از 50 نباشه برای اندرگراد. ولی خب یه گزینه دیگه هم داره، کاندیشنال قبول میکنه. اگه هر کدوم اسکیلا یه کمی پایین تر از 50 باشه دانشگاه به صورت کاندیشنال قبول میکنه. ولی بازم توی دانشگاه هم قطعا مشکل زبان وجود داره، چون که ما در هر صورت نیتیو انگلیسی زبان نیستیم و حالا هم که اینه هم که اینجا مردم به لهجه مختلف حرف میزنن، یه نفر اسپانیشه، یه نفر هندیه، یه نفر هر کسی به لهجه مختلف انگلیسی حرف میزنن، انگلیسی با لهجه مختلف آره، چون ما نیتیو نیستیم شاید خیلی از این لهجه ها اولش متوجه نشیم. من اصلا اولش هندی ها حرف می زدن متوجه نمی شدم، ولی خب کم کم عادت کردم به این اکسنتشون، به این لهجه هاشون عادت کردم. یکی اینه، بعدش هم تو حتی این کسایی هم که نیتیو انگلیسی حرف می زنن برای ما یه خورده باز مشکل داریم که کامل 100% یه چیزی متوجه بشیم، ولی خب این باعث میشه که ماهایی که نیستیم بیشتر بقیه تلاش کنیم که کامل بریم بیشتر دنبالش و همه چیز رو بیشتر تلاش کنیم که بفهمیم. ولی خب کم کم همه اینا به مرور زمان حل میشه، همین که آدم با لهجه های دیگه آشنا میشه و همین که با زبان انگلیسی فرهنگشون لهجهشون آدم حسن بچه اینجا چیز میکنه مسخره میکنه که حالا هندی اینجوری صحبت میکنه، ایرانی اینجوری صحبت میکنه. درسته، حسن ما ایرانی هم خب لهجه خودمون رو داریم. خب بعد حالا یه چیزی که هست بحث کارآموزی، آیا این دوره کارآموزی داشت نداشت؟ اگه داشت آیا توی دوره کارآموزی در واقع چیز میدن، هزینه میدن به دانشجو، چجوریه کارآموزی؟ اینجا کارآموزی جز به این رشته حساب نمیشه، یعنی جز پروگرام نیست، ولی دانشگاه یه پروگرام اضافه میذاره به اسم کوآپ که شما برمیدارید و اون یه سری قوانین خودش داره. کوآپ حتما باید توی هر ترم فول تایم باشیم و 3 تا اینترنشیپ 3 ماهه باید بگذرونید. ولی خب کسایی که خودشونن بخوان جدا میتونن برای تابستون ها دنبال کارآموزی بگردن، مشکل نداره. ولی اینکه بخواید بعدا توی مدرکت بیاد که مثلا این مدرک گرفته شده با دوره کارآموزی کامل 3 تا کارآموزی 3 ماهه، اگه اون توی مدرک بیاد حتما باید توی اون پروگرام دوباره ثبت نام کنی و حالا یه سری ریکوایرمنت های خودشو داره باید اونا رو انجام بدید. توی کارآموزی معمولا برای بچه‌ای که لیسانس هستن پرداخت میشه، یعنی دانشگاه تا اونجا کشیده توصیه میکنه به دانشجو جایی نرن که پول پرداخت نکنن، چون وظیفه دارن که هزینه پرداخت بشه. بعد پول قابل قبولی میدن؟ حالا چی نمی علیم پول قابل خوبی میدن، پول خوب میدن، تقریبا ساعتی بین از 18 دلار به بالا برای کارآموزشون میشه. خب حالا میدم که حالا اینجا شما تحصیل تکمیلی نخونید، یه سری سالی کلی در مورد تحصیل تکمیلی داریم. بنظرم شما یک نفر از ایران میخواد بیاد حالا اینجا، حالا توی کنکوردیا، توی مگیل، حالا یا جای دیگه، حالا ارشد دکترا بخونه، بنظر شما چه معیاری مهمتره؟ آیا زبانش مهمتره؟ آیا رزومه قوی داشتن، مقاله داشتن مهمتره؟ حالا چه از لحاظ اینکه بتونه پذیرش بگیره، چه از لحاظ اینجا بتونه موفق باشه؟ من فکر می‌کنم توی کامپیوتر خیلی مهمه که اون اسکیلای کامپیوتر و پروگرامینگش خیلی خوب باشه. اگه کسایی که حالا مثل من رشتهشون کامپیوتر نبودن میتونن بیان اینجا مستر بخونن، مشکلی نداره، ممکنه پذیرش هم بگیرن، ولی مسلما برای کار پیدا کردن به مشکل برمیخورن، چون که اینجا خیلی براشون مهمه که اون چیزی که شما خوندید حتما بلد باشید و انقدر از شما تست میگیرن و تکنیکال اینترویو انجام میشه که 100% مشخص بشه که
این چیزی که شما گفتید بلدی 100% بلد هستید یا نه. کسایی که حالا کامپیوتر هستن تو ایران کامپیوتر خوندن و تو این زمینه کار کردن، خب شاید خیلی براشون راحت تر باشه. اونا خب اگه زبان اون ریکوایرمنت زبانشون رو داشته باشن، حالا آیلتس فکر کنم برای فوق لیسانس از 6.5 به بالا باشه و دکترا 7 باشه، اگه بتونن اونو داشته باشن، هرچی این زبان بالاتر باشه خب خیلی راحت تره، هم پذیرششون راحت تره، هم شاید بتونن فاند بگیرن اگه زبان بالاتری داشته باشن. ولی 100% باید اسکیلای کامپیوترشون خوب باشه و اینجا خیلی باید روی این نکته بیشتر توجه کنن که اینا رو تقویت کنن. حالا یه سوالی که واسه خودم پیش اومده این که چرا شما کالج نخوندید؟ چرا رفتید حالا با ترجمه اینکه اینجا شما پیار داشتید و کالج هم می‌خواستید بخونید دیگه؟ درسته، کالج هم خوبیه به نظر من، چون که کالج مخصوصا برای کامپیوتر اینجا خیلی به صورت عملیه و یعنی دانشگاه یه لول بالاتر میشه، خیلی همه چیز به صورت علمی توضیح داده میشه، خیلی از این درسایی که ما میخونیم توی دانشگاه توی کالج هم درس میدن ولی خیلی عملی تر. اون به نظر من کالج هم خیلی گزینه خوبیه، کسایی که میخوان کامپیوتر بخونن توی دوره کوتاه‌تری به صورت فشرده تمام این زبانهای برنامه نویسی، حالا چه اونایی که بک‌اند چه فرانت‌اند، همه اونا رو یاد میگیرن و همین که خیلی عملی تر. خیلی از شرکت‌ها اینجا، ما دو تیپ اینجا کار داریم، یه سری ها حالا یه سری شرکت ها هستن که یه نفر تکنیکال میخوان، یه نفر بیشتر کار عملی داشت بلد باشه میخوان، یه سری ها هستن خب بیشتر تو قسمت دیولوپینگ میخوان که از تکنولوژی ها بهتر بشه، سرعت بالاتری کار کنن، اونا مثلا دنبال لیسانس و فوق لیسانس و اینا میرن. حالا مثلا شرکت های بالاتری مثل آمازون داریم یا حالا گوگل یا شرکت های دیگه، اینا بیشتر حالا از علمی میخوان که بهتر باشه یه نفر، یعنی بتونه آنالیز کنه، بتونه کدوم الگوریتم بهتره برای اینکه حالا سرعت بالاتری داشته باشه. ولی خیلی از شرکت‌ها هستن که براشون کالج کافیه، فقط شما بلد باشی به صورت عملی این برنامه ها رو ازش استفاده کنی. اوکی. حالا قبل از اینکه بریم سراغ مباحث مربوط به زندگی توی متوقع و شرایط کلی به صورت کلی، دوست دارم واسه بچه‌ای که اومده در مورد نرم‌افزارها صحبت بکنی، که حالا از این نرم‌افزاری که هستن کدوم ها مهمترن؟ آیا جاوا مو، آیا پایتون یاد بگیرن، مطلب یاد بگیرن، سی یاد بگیرن، کدوم ها مهمترن؟ هر قسمتی، مثلا کسایی که گیم میخوان کار کنن حتما سی پلاس پلاس باید خیلی خوب بلد باشن و یه سری حالا کار دیگه هست یه توی قسمت فایننس و اینا، باز اونا سی پلاس پلاس هنوز کار میکنن. جاوا خب خیلی گسترده است، اپلیکیشن ها اکثرا جاوا استفاده میکنن. این دوتا زبان خیلی، سی پلاس پلاس و جاوا، و کسایی که وب کار میکنن خب خیلی گسترده تره. کسایی که اگه وب میخوان کار کنن، حالا چونم یه سری برنامه هست برای قسمت فرانت اندشونه، خیلی متفاوته، خیلی گسترده است. حالا انگولار، ریاکت برای فرانت اند، برای بک اند، چیزهای مختلفیه. یه خورده خیلی توی گسترده است، ولی من میتونم بگم که اگه یه نفر توی زبانی خیلی خوب باشه، یعنی حداقل دو تا زبان خیلی خوب بلد باشه، جاوا رو خیلی خوب بلد باشه، خیلی راحت سویچ کردن بین زبانهای برنامه نویسی. ولی خب یه سری چیزا متفاوته. کسایی که این AI کار میکنن، هوش مصنوعی رو برای فوق لیسانس و دکترا کار میکنن، خب پایتون براشون خیلی مهمه، چون الان یه چیزی که الان اینا با پایتون بازار AI توی کلا مثلا کلی کبک چجوریه؟ بازار AI بازار خیلی خوبی داره کبک، چون یک سرمایه گذاری خیلی خوبی کرد توی قسمت تکنولوژی و خیلی از شرکت ها از جای دیگه مخصوصا آمریکا اومدن اینجا سرمایه گذاری کردن. اینجا تقریبا یکی از بهترین نقطه‌های برای قسمت برای رشته کامپیوتر و تکنولوژی و AI. خب دوستان، در حالا نیم ساعت چون از لایومون گذشته، توی ادامه در مورد زندگی توی مونترال، حالا از لازم مسکن، حالا ماشین خرید، چیزای دیگه صحبت می‌کنیم و بعدش حالا میریم سراغ سوالی که دوستان داشتن و سوالا رو جواب میدیم و همینطور در مورد مشاغل به صورت کلی و حالا حقوقی دارن صحبت بعد از زندگی صحبت می‌کنیم.
خب حالا بریم سراغ بحث. تا اینجا اگه نکته چیزی از فکر میکنید که لازم بگید که بگید، که نه که بریم سراغ قسمت بعد. نه بچه‌ها بریم قسمت بعد. خب اوکی، حالا بریم سراغ اون بحث زندگی که خب واسه خیلی ها مهمه، از لحاظ هزینه، حالا مسکن، حالا ماشین، خریدهای روزانه که دارم. حالا بتونیم اینا رو به صورت جزئی که توضیح بدیم، تیکه تیکه. اول بریم سراغ مسکن. فرضاً کسی که میخواد بیاد اینجا بخواد یه خونه رو در واقع کرایه بکنه، رنت بکنه، چجوری هزینه هاش تو چرا اینجا توی مونترال؟ مونترال فکر می‌کنم برای چیزی که خیلی معروفه اینه که به زندگی دانشجویی تقریبا کم هزینه تر نسبت به جاهای دیگه داره. اینجا خب هزینه زندگی پایین تره. اینجا کسی که حالا دانشجوی تنها بخوان بیان میتونن خونه‌های کوچیک اجاره کنن که بهش میگن استودیو. حالا اگه بخوان نزدیک دانشگاه باشه که معمولا داونتاون باشه، میتونن حالا از من فکر می‌کنم از 600 تا 500-600 تا شروع میشه حداقلش. ولی اگه کسایی که بخوان شیر باشن توی خونه‌ای که یه اتاق بگیرن توی خونه‌ای که شیر هست زندگی کنن، خب این خیلی کمتر میشه. فکر می‌کنم با 400 تا توی مرکز شهر بتونن خونه اجاره کنن. و اینجا هزینه های زندگی فکر می‌کنم بیشترینش همین مسکنه که باید یه نفر اینجا پرداخت کنه. هزینه های خورد و خوراک خب معمولیه، دقیقا نمیشن بگم چقدر میشه چون بستگی داره به کسایی. اگه خریدی میخوام تقسیم کنی حالا به اون در واقع مایحتاج و حالا میتونه از اون حالا لباس و چیز دیگر جدا بکنی، اون مایحتاج چجوریه، چقدر هزینه داره معمولا، حالا چیز دیگر جدا میکنی؟ من میشه میگم اینجا چون تنوع خیلی بالاه، یعنی یه نفر میتونه اگه بخواد با هزینه خیلی کم زندگی کنه واقعا میتونه. خب خودتون هم میدونید مثلا چنان جای ارزون مثل دلارما هست تا یه جای تا جای گرون. خب کسایی که اگه بخوان سوپرمارکت کم هزینه کمتری بدن هم حتی وجود داره، میتونن جای ارزون تر برن. من فکر میکنم برای یه نفر شاید بتونیم بگیم 200 دلار در ماه چیز خوبی باشه اگه یه نفر چیز کنه. خیلی ارزون. من میتونم بگم یه حد اقل بشه، یعنی نخواهید رستوران برید، نخواهید فانه چیز نه بازم باید حدی گروسری باشه. مسکنش نسبت به جدی فکر من خیلی ارزون باشه. بله مونترال نسبت به جای دیگه خیلی ارزون تره. ولی میگم که من دارم میگم خیلی دارم سطح پایین دانشجویی کم توقع میگم. درست. حالا ببین اگه با تجربه هم که مدت زیادی شما اینجایی بخواید یه تیپ در مورد فروشگاه ها بدید که فرضاً یک نفری که تازه اومده میخواد، حالا نیازی ممکنه بخواد وسایل خواب بگیره، ممکنه بخواد وسایل هم بهداشتی بگیره، ممکنه بخواد چیز ارزون بخره، ممکنه چیز بخواد با کیفیت بخره، کدوم فروشگاه ها رو توصیه میکنید؟ مثلا اینکه واسه چی برن دلارما، واسه چی برن کاسکو، واسه چی برن سوپرسو، یه تیپ کلی اگه بدید ممنون میشم. خب یه سری اینجا با توجه به نیازا خیلی تنوع فروشگاه هم زیاده. یه سری چیزایی که یه دانشجو فکر میکنه برای یه مدت کوتاهی لازم داره، خب خیلی چیزها رو میتونه دلارما تهیه کنه. وسایل پلاستیکی خیلی چیزا هست که میتونن از اونجا تهیه کنن چون میدونن برای دوره کوتاهی میخوان استفاده کنن و حالا یه شب موف کنن به یه شهر دیگه یا شاید هم میخوان حالا بعدن عوض کنن. برای دوره کوتاه خب دلارام میتونه گزینه خوب برای دانشجو باشه و برای فرنیچر هم خب آیکیا 100% فکر کنم ارزون تر از همه جای دیگه هست. من خب برای خوشبختانه آنلاین الان همه چیز هست و دیگه آمازون دیگه بهترین دوست همه هست. هر چیزی بخوام اول میتونم اونجا سرچ کنم ببینم کجا ارزون تره، اگه آمازون باشه آمازون، اگر نه من فکر کنم آیکیا برای فرنیچر از همه جا قیمتش مناسب تره. قیمت شیپینگ داره چجوریه؟ یعنی ارسالش رایگانه چشه؟ معمولا رایگانه، آمازون که رایگانه، ولی خب آیکیا نه، آیکیا هزینه شیپینگ درست با کیفیت تر کسی بخواد خب فروشگاه دیگه خیلی هست اینجا با کیفیت. مواد غذایی نمیدونم ولی بسید اگر یه دی میرن کاسکو که اگه بخوام مقیاس بالا بگیرم درسته. حالا سوپرستور هم که چیز حالا نمیدونم والمارت حالا سوپرستور هم صرف هم چه فرقی حالا بسید نمیدونم حالا شما والمارت. خب من فکر میکنم خیلی بهتر برای کسی که تعداد بالایی ندارن کاسکو برای فامیلیای پر جمعیت تره، ولی والمارت خیلی سوپرمارکت خوبی هست. خب اینجا توی کبک خورده متوقع در اسماشون از سوپر سی و پرویگو اینا همه
با قیمتی خیلی مناسب میشه چیزای با کیفیت تمام مایحتاج رو تهیه کرد. درست، مرسی. یه بحث دیگه که بود، خب حالا مسکن و بحث خرید رو انجام دادیم، حتی لباس حالا بحث کردیم، ولی بحث نمیدونم حالا اونجا پی بی آر دارید شما اینه، ولی ما اینجا دیدونه پی بی آر در واقع میشه آکشن کاسکو، جنس هایی که توی کاسکو فروش نمیاره میبینم پی بی آر که معمولا قیمت های ارزان تری بدن. در مورد ماشین چیه؟ آیا خرید ماشین ممکنه واسه کسی که دانشجوی، آیا هزینه خرید ماشین چجوری هم؟ آیا حالا این اطلاعاتی داری؟ هزینه اگه کسی دست دوم بخواد، خب من فکر میکنم با هر قیمتی حداقل چه 2000 دلار میتونن یه ماشین دست دوم بخرن. اگر اینکه حالا ماشین نو کسی بخواد بخره، خب یه خورده متفاوت تره. اینترست ریت ها برای استودنت ها خب خیلی بالاه، ولی خب حالا برای کسی که اقامت دارن متفاوته. ولی هزینه ماشین میتونم بگم خرید ماشین اینجا خیلی راحته. توی کبک هم بیمه ماشین بالا نیست، نسبت به شهرهای دیگه کانادا تقریبا بیمه ماشین هم پایینه. ولی خب بستگی داره که کی چی میخواد بخره، ولی خب خوشبختانه رنج قیمتی خیلی متفاوته، یعنی از چیز خیلی پایین در حد 1000-2000 دلار هم یه نفر میتونه ماشین بخره. اوکی، مرسی. خب حالا من اون سالای اصلی رو پرسیدم، علی دوستان سالی دارم میتونم بپرسم، من تیک تیک سالایی که موندارم میپرسم. حالا مثلا سال بپرسم که تحصیل تکمیلی واسه رشته کامپیوتر چه جوریه؟ تحصیل تکمیلی منظورتون چیه؟ نمیدونم. یعنی که بخوان گریجویت بخونن، ارشد دکترا بخونن. اوکی. من چون خودم اینجا برای فوق لیسانس نخوندم نمیدونم، ولی خب اونم پرسه خودش رو داره، یعنی ریکوایرمنت های دانشگاه رو وقتی که ببینن، حالا یکیش حتما زبانه که 100% اگه یه نفر زبانش نمره حداقل داشته باشه و رشته توی قسمت مهندسی باشه میتونه حتما اپلای کنه واسه کامپیوتر. اینا اگه کسایی که کامپیوتر بودن که فکر میکنم مشکل خاصی نداشته باشن. حالا اینکه خودتون ارشد دکترا نخونید دلیل خاصی داشت، یعنی که یه نفر با لیسانس میتونه کار پیدا بکنه، یا اینکه نه لازمه که طرف ارشد دکترا هم بخونه؟ اینجا خب خیلی راحت تره، یعنی کسایی که هرچی شما مدرک پایین‌تری داشته باشی کار پیدا کردن راحت تره. اینجا دنبال مدرک بالا نیستن، بیشتر دنبال اینن که حالا یه نفر مدرک پایین‌تری داشته باشه ولی کارهای بیشتری بلد باشه. ولی خب به تبع کالج و لیسانس خیلی راحت تر میتونن کار پیدا کنن. برای مستر و دکترا هم کار هست، نه اینکه نیست، ولی خب به تبع خورده مشکل تره. به خاطر همین من تصمیم خودم میتونستم برای مسترم اقدام کنم، ولی خب چون رشتم کامپیوتر نبود یه خورده خیلی فرق داره. کسی که کامپیوتر نیست و میخواد مستر کامپیوتر بخونه، یه خورده بهش توی دانشگاه یه سری درسای پیش نیاز میدن و میتونه اونا رو پاس کنه. ولی مشکل اینه که بعد از اینکه فارغ التحصیل میشید خیلی براتون سخت کار پیدا کردن، چون اونا میخوان که شما این زبانه برنامه‌نویسی خیلی خوب بلد باشید. در نتیجه کسی که مستر مثلا کامپیوتر داره باید خیلی بهتر از یه کسی باشه که لیسانس کامپیوتر داره. و بچه‌ای که مستر میان اینجا میگیرن و قبلا کامپیوتر نبودن خیلی اینجا به مشکل میخورن، چون اونقدر اسکیلای کامپیوتریشون بالا نیست و فقط من اینجا حالا درس ها رو پاس میکنن. و به خاطر همین خیلی بهتره که حالا اگه کسی کامپیوتر نبوده اول لیسانس بگیره که بتونه این اسکیلای پروگرامینگ و کامپیوترش رو بهتر کنه. اوکی، مرسی. حالا در مورد چیز، در مورد حالا بازار کار خود کامپیوتر صحبت کردید. خب بسید گولی اولا که میخوام که بازار کار مشاغل توی حالا مونترال و کبک چجوریه و خود کامپیوتر چجوریه، چه کجا استخدامشون میکنن، شرایط استخدامشون چجوریه، آیا نرم‌افزار خاصی ازشون میخوان، اسکیل خاصی ازشون میخوان و از لحاظ حقوقی چه شکله. اینا اگه بتونید جزئی توضیح بدید خیلی ممنون میشه، هم کامپیوتر و هم رشته دیگه اگه اطلاع دارید. کبک توی زمینه کامپیوتر همونجوری که گفتم خیلی بازار کار خوبی داره.
و حالا از لحاظ زبانی هم بخوام بگم چون ما یه خورده با فرانسه به مشکل داریم، خوشبختانه برای کسایی که کامپیوتر میخونن میشن نگران این نباشن، چون که خیلی تعداد کمی هستن که شرکت ها فرانسه حتما فرانسه میخوان، اکثرا مشکل ندارن چون همه انگلیسی میخوان، یا شرکت آمریکایی هستن یا کلا کامپیوتر شما کارت با کامپیوتر مشکل لازم نیست که فرانسه بلد باشید. ولی کار پیدا کردن یه خورده اینجا کلا بحث خود جدای خودش داره، برای کار پیدا کردن اینجا خب اینجا پروسه خودش داره، حالا اینکه یه نفر هیچ سابقه کاری نداشته باشه باید یه جوری این وارد این بازار کار شدن خیلی مشکله. برای من از هیچ سابقه کاری نداشتم و وقتی که اپلای میکردم چه میدونم شاید نزدیک 120 جا من اپلای کردم و تنها 4-5 جا به من با من مصاحبه کردن، به من جواب دادن. بخاطر همین اصلا نباید ناامید بشین، چون که اینجا خیلی برشون سابقه کار کانادایی مهمه. ولی فکر کنم کارهای بعدی راحت شده اون کار اول. آره خیلی راحت تره، ولی اولی واقعا سخته، ولی خب بالاخره آدم پیدا میکنه. ولی خب اینجا یه خورده سختگیرانه ترن به خاطر اینکه باید سابقه کار اینجوری داشته باشی و باید ثابت کنید که بلدی. برای کامپیوتر معمولا چند تا مرحله داره، اول تلفنیه، یه مصاحبه تلفنیه، بعدش یه مصاحبه رو در روه که قسمت زیادیش میشه تکنیکال اینترویو، خیلی سوال میپرسن ازتون در مورد چیزایی که خوندید، و یه مرحلهش میشه باز تکنیکال اینترویو، ممکنه حالا آنلاین باشه که بهتون یه برنامه میدن توی تایم مختلف، توی تایم مشخصی باید اون برنامه رو بنویسید، یا یعنی اینکه شما توی شرکتی که رفتید یه وایت بورد میذارن که شما برید اون پروگرام که اون میخواد روی وایت بورد براشون انجام بدید. خیلی پروسه سخته کار پیدا کردن توی مخصوصا کامپیوتر، چون باید ثابت کنید که اون چیزایی که اونا میخوان شما بلدید 100%. اون چیزی که روی سی وی توی سی وی نشتی رو باید داشته باشی. دقیقاً نمیتونی سی وی بنویسی و هیچ کدوم بلد نباشی، چون تکنیکال اینترویو های مختلفی دارن. بعدش که چیز باشه میتونم اینجا قراردادهای مختلفی داره، حالا یه سری ها به صورت کانترکت میگن، مثلا دورای متنوعی، یکی میگه 6 ماهه، 1 ساله میخوام، ولی خب یه چیزی هم هست که قراردادهای پرمننت، میگه ما دائم میخوایم، ما شما رو برای همیشه میخوایم، ولی خب این مستلزم این نیست که شما رو اخراج نکنه. هر وقت که کارفرما نخواست، کسی که به صورت دائم هم استخدام شده میتونه اخراج کنه خیلی راحت. حالا از لحاظ اون رنج و خیلی چجوری؟ آیا نسبت به میتونم خوبه و نسبت رشته دیگه چجوری؟ نسبت به رشته دیگه برای بهتره، برای اینکه میتونم بگم که برای کسی که هیچ سابقه کاری نداره توی زمینه کامپیوتر از 45,000 تا تقریبا شروع میشه. خب 45 تا 50,000 تا بازار کار شروع میشه، تا این شروعشه. با توجه به اینکه تو کدوم قسمت کار میکنید و سابقه کارتون چیه، این خیلی متفاوتیه. کسایی که حالا تو قسمت فایننس پروگرامینگم، خب خیلی متفاوت تره، رنج حقوقی متفاوت تری دارن، اونا ممکنه تا از 70,000 تا شروع بشه، ولی خب تقریبا میتونم بگم بیسش هم 45 تا 50,000 تا شروع میشه. حالا در مورد گفتن که بازار کاری برنامه‌نویسی و گرافیک چجوری، حالا اگر با توجه اینکه تو همون زمین هست بچه گرافیک کارشون چجوریه؟ برنامه‌نویسی و گرافیک فکر کنم برنامه‌نویسی گرافیک میشه فقط گیم، چون که توی گیمه که گرافیک خیلی مهمه، و من چیز دیگه توی کامپیوتر و گرافیک چیزی نمیدونم، فقط میدونم چیزی که کسی که گرافیک کار میکنن بیشتر توی گیم خیلی گرافیک استفاده میکنن و بعد ازش استفاده کنن. حالا یه سوالی پرسیدن که سوال خود منم بود، خب پرسیدن که با توجه اگه فرزند دارید، حالا با توجه که شما غربت رو میاد وارد کشور جدید میشید، آیا چجوری میشه تقریبا هندلش کرد؟ آیا سخت مدرسه بردنش، مدیریتش چجوری؟ منم بچه کوچیک دارم و وقتی که درس میخوندم خب بچه‌ام خیلی کوچیک بود،
خیلی سخته و چون باید همه این کارا را خودم هندل کنیم، ما اینجا خانواده نداشتیم، از مهد بردن و اینکه حالا بالاخره بچه کوچیک خیلی وابسته است، به خیلی زمان بیشتری بخواد که با مادرش باشه. خب این خیلی سخته، خیلی تجربه متفاوتیه با اون چیزی که داشتیم و حالا توی ایران هست، چون یه نفر باید تنها خودش تمام این چیزا هندل کنه، این مراقبت از بچه و درس هم که در کنارش هست، و این درس درسی که میخونی اینجا دقیقا به صورت یه کار فول تایمه، یعنی شما مثل کسی که از صبح سر کار تا ساعت 5 بعد ظهر، در نتیجه کنارش هم شما بچه هست که باید تمام چیزای اون بچه هم هندل کنی، از مهد بردنش، حالا مدرسه میره مدرسه بردنش و بعدش. خیلی همین الان سوال بعدی این که اون تحصیلات بچه اینجا چطوریه و اون چه شکلیه، مد رفتنشون، مد رفتنشون، مدرسه اینا چه شکلیه؟ خب بچه ها میتونن اینجا بسیاری از 18 ماهگی تقریبا مهد شروع، از 8 ماهگی میتونن مهد کودک اینجا شروع کنن و بعدش از 5 سالگی اینجا باید برن پیش دبستانی و 6 سالگی مدرسه رو شروع میکنن. چجوری کل روز هفته رو میرن؟ 5 روز میرن؟ چجوری یه سیستمشون؟ 3 روز میرن؟ هم 5 روز هفته رو میتونن برن، حالا کسی که بخواد میتونه مهد رو کمتر کنه اگه خودش تایم بیشتری داره، ولی میتونه از فکر میکنم از 5 روز هفته رو به غیر از 2 روز ویکند هم میتونه بچه های حالا بره مهد کودک که از 7 صبح تا 7 بعد از ظهر کلا میفرستش. بعد آیا دولت حمایتی میکنه از کسایی که فرزند دارن؟ توی کانادا بله، خب یه هزینه های پرداخت میشه بابت بچه، حالا هم کسایی که بچه دارن با توجه به درآمد خانواده، کسایی که اقامت دارن البته اینجا بابت هر بچه یه هزینه هر ماه پرداخت میشه، و اگه مهدم میرن و مهد خصوصیه بازم دولت حمایت میکنه و یه مقدار زیادی از پول اون مهد رو پرداخت میکنه. اوکی، مرسی، ممنون. حالا در مورد شغلا که صحبت کردیم، حالا اینکه سیستم کاری اینجا چه شکلیه؟ حالا مثلا ایران 8 تا 4 بود، اینجا چه جوریه؟ تایم کاری چه شکلیه؟ اینجا هم همون 8 ساعت در روزه، ولی خب چیزی که هست اینجا خیلی برپایه اعتماده، یعنی اینجا نه کسی ساعت میزنه نه کسی چک میکنه. خب مثلا برای کامپیوتر تایمشون فلکسیبله، یعنی شما هر ساعتی که بخواید میتونید برید سر کار و هر ساعتی که میخواید برگردید، ولی 40 ساعت در هفته رو باید پر کنید. حالا این میتونه خودتون تنظیم کنید که چه ساعتی برید، البته اینا همه قبل از دوره کرونا بود، الان که کروناه که در 6 ماهه که همه چیز از خونه است، همه چیز ریموت از خونه، هر کسی کار میکنه، حالا از اون تایمی که میخواد آنلاین میشه و باید از طریق برنامه مختلفی که با همکار در ارتباط شروع به کار میکنیم. اوکی، ممنونم. یه چیزی دیگه ای که هست در مورد خود فرانسه است. حالا من موان شخصی که خب انگلیسی بلده میخواد بیاد وارد کبک بشه، یه نگرانی همیشه دارم از بابت زبان فرانسه. حالا توی صحبتاتون گفتید که مثلا تو شرکت های کامپیوتری خب معمولا انگلیسی هم، ولی به صورت کلی این چقدر در واقع سخته که توی محیط فرانسوی وارد میشه؟ آیا لازم طرف فرانسوی بلد باشه یا اینکه که نمیشه هندل کردیم؟ میتونم بگم که میشه هندل کرد، چون جو یه قسمت هایی داره که کلن انگلیسی زبانه، اگه توی اون قسمت ها یه نفر کلن زندگی کنه شاید خیلی سرکارش با فرانسه میتونه که فرانسه اصلا یاد نگیره، مثلا حالا توی قسمت غرب مونترال اگه زندگی کنی یا حتی داونتاون زندگی کنی میشه همه چی با انگلیسی هندل کرد، و کامپیوتر هم حتی که کارتون هم کامپیوتر باشه، با شرکت های کامپیوتری کار کنید اصلا مشکلی از لحاظ فرانسه ندارید، ولی خب به طب اینجا بالاخره نیاز میشه برای فرانسه. حالا مثلا من که بچه دارم، بچه هم باید بره مدرسه فرانسه و باید با بقیه حالا اونجا همه چیزاشون درساشون فرانسه است و همه اون با معلم ها میخوام ارتباط برقرار کنم همه فرانسه است،
باید فرانسه بلد باشم. به نظر من کسی که اینجا بالاخره باید یاد بگیره تا یه حدی فرانسه رو، چون یه جایی هر جوری هم که بخوای با انگلیسی همه چی هندل کنی، ولی بالاخره یه جایی ممکن گیر بیفتی. بهتره که آدم یاد بگیره، حتی اگه یه جایی رشته این مثل کامپیوتر باشه که 100% نیازی نداره شما به فرانسه، بهتره که آدم یاد بگیره اینجا فرانسه رو. خب قبل از که بریم سراغ دو تا سوال دوستان، یک از سوالی که پرسیده بودم توی وبسایت این که خب فرض کنید که یک نفر دانشجویی میاد وارد کبک میشه، آیا شرایطی گرفتن اقامت بعد از تحصیل به صورت کلی راحته؟ آیا چه پروت حالا میدونم که شما قبل از این پیار گرفته بودید و احتمال میدید اطرافی کسی که اطرافتون بودن، شرایطی گرفتن چجوری، آیا راحت سخت، پروسش شکلی بعد از تحصیل میشه در واقع اقامت دائمی رو گرفت؟ تا اونجایی که من میدونم مشکلی نداره، ولی خب هر سال یه خوردش بنای مهاجرتی تغییر میکنه. بعد از این میزان کار، سابقه کار که اینجا داشته باشن، برای کسایی که تحصیل اینجا داشته باشن میتونن اقدام کنن واسه پیارشون. حالا این میزانی که چقدر سابقه کار اینجا داشته باشن هر سال متفاوته، حالا امسال دقیقا نمیدونم که به چقدره، ولی خب میتونن چیز کنن که بعد از حالا یه مدتی که اینجا سابقه کار داشته باشن میتونن اپلای کنن واسه پی آر. به نظر من خیلی سخت نیست، چون من همکارای دارم که اینجا درس خوندن و الان دارن پی آر میگیرن. حالا باز یه سال دیگه پرسیدن در مورد تحصیل فرزندان، های تحصیل فرزندان رایگانه یا رایگان نیست؟ برای کسایی که شهروند باشن خب رایگانه، اینجا همه مدرسه ها رایگانه، مگه این که خودتون بخواییم بچه رو بفرستیم مدرسه خصوصی. خب من فکر کنم اکثر سوالا رو پرسیدم. حالا دوستانم سوالی که داشتن هم توی صحبت هم، حالا چیزی که از وبسایت داشتن از پیج داشتن هم پرسیدم، یه سری سوالا خب میگم ربطی به کبک نداشت، حالا اینا رو توی پیج خودمون جواب میدیم. اون چیزایی که مربوط به در واقع بحث کامپیوتر مونیتور و این موارد بود من پرسیدم. اگه صحبتی هست که فکر میکنید واسه دوستان مفیده دوستان بگید که در انتهای بس. من فکر کنم طبعا همه چیز گفتم توی چیز. حالا کسایی که دوست دارن رشته کامپیوتر رو بخونن خیلی خوبه که خیلی اون زبانه برنامه نویسی که پرکار برده مثل جاوا یا سی پلاس پلاس بیشتر روش کار کنن و پروژه انجام بدن، و این پروژه ها خیلی بهشون کمک میکنه، حتی مثلا برای کار پیدا کردن. کسایی که کامپیوتر رشته کامپیوتر ایران خوندن، خب اگه این پروژه ها رو توی جای مثل گیتاب بذارن که بقیه در دسترس بهش دسترسی پیدا کنن، این کارشون خیلی راحت میکنه که بعدا نشون بدن که چقدر توی قسمت این زبان چقدر اینا توانایی دارن، و اینکه این زبان ها رو تا اونجایی که میتونن ارتقا بدن. خانم بتیاله یه سوال پرسیدن که این به عنوان سوال آخر میپرسیم که بحث رو جمعش کنیم. گفتم که از مهاجرت راضی هستید به صورت کلی؟ من فکر کنم هر کسی یه نظر شخصی داره، ولی برای من خودم راضی بودم، چون که من یه چیزی به شخصه اینجا دیدم که هر کسی که اینجا تلاش کنه حتما به اون چیزی که میخواد میرسه. اولش ممکنه خیلی سخت باشه، خیلی زمین بخوری، خیلی جاها ناامید بشی، ولی 100% به اون چیزی که میخوای حتما میرسی اگه تلاش کنی. ممنونم، مرسی از وقتی که گذاشتید. میدم سرتونم شروع بود، مرسی که وقتی گذاشتید، ممنون ازتون. من باید خدا ممنونم از شما. قربان شما، خدا نگهدار. دوستان ممنون از این که ما رو همراهی کردید. حالا سوالایی که مربوط به بس بود و من سعی کردم بپرسم، ولی خب یه سری سوال بودن که موندن. اون دوستی که در مورد ساسکاچوان سوال پرسید، ما سیستم امتیاز بندی ساسکاچوان رو توی کانال تلگراممون گذاشتیم، و یه سوال دیگه هم بود در مورد تحصیل فرزندان که از طریق این بتونید ویزا بگیرید. ببینید میشه ویزا گرفت از طریق فرزند، ولی سخته، این یه مورد. و به همراه که پدر یا مادر باشم اجازه کار نمیدن، چون سوالی که پرسیده بودید اینا بودن. حالا میام سوالی دیگه هم که بود من سعی کردم که جواب بدم. مرسی از اینکه ما رو دنبال کردید، منتظر لایوهای بعدی ما باشید. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.